دومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر، همه مراحل طراحی و ساخت قاهره 313 را متخصصان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع انجام دادند. سطح مقطع راداری بسیار کم، قابلیت انجام عملیات پروازی در ارتفاع پست و قدرت تهاجمی بالا از ویژگی‌های این جنگنده است. پشت سر هم می آیند سفیر امید، مصباح، جماران، پیشگام و حالا قاهر یا همان چیره شونده است که در آسمان ایران جولان می دهند. قاهر F-313 جدیدترین جنگنده ساخت ایران. ویژگی بارز آن بومی بودنش است، دارای ظاهری پیش رفته و سطح مقطع راداری بسیار کم. می تواند در ارتفاع پست عملیات پروازی انجام دهد و از سیستم های پیش رفته الکترو اویونیک یا همان الکترونیک هوایی برخوردار است. قاهر 313 دستاورد مهمی در حوزه جنگنده ها هست. این یک جنگنده با طراحی کاملا بومی، ویژگی های منحصر به فرد این جنگنده داره، از جمله اون شکل اون و فرم اون هست که این تقریبا کم نظیر هست در دنیا، این شکل و این فرم. یک گام فراتر از آذرخش و سائقه برداشت و میتواند در ساعت‌های بالای پروازی مأموریت انجام دهد. در ساخت بدنه و موتور قاهر از مواد پیشرفته ای استفاده شده که در تمامی جنگنده های روز دنیا به کار می رود. تقریبا همه ویژگی های مثبت پیشرفته ترین هواپیماهای امروز دنیا را در خودش جمع کرده. قاهر F-313 توانایی حمل تسلیحات پیشرفته از جمله انواع موشک ها و راکت های ساخت داخل را دارد. توسعه قدرت نظامی ملت ایران برای تجاوز به حقوق دیگران نیست، برای توسعه طلبی نیست، بلکه یک امر بازدارنده و دفاعی است. در واقع تجلی نبوغ و استعداد ایرانی برای صیانت از خودش با کمترین هزینه و انسانی ترین روش هاست. جنگنده قاهر F-313 از قدرت تهاجمی و مانور بسیار بالایی برخوردار است، دارای قابلیت ها و ظرفیت های فوق العاده ای در نبرد های هوایی است و نماد برجسته ای از نبوغ، خلاقیت و جسارت دانشمندان و متخصصان داخلی کشور است. این هواپیما یعنی قاهر F-313 که یک جنگنده کاملا بومی است، پیش از آن که برای دفاع از کشورمان از مرزهای هوایی عبور بکند، نشان از عبور متخصصان داخلی کشور از